حقوق کمتر از 10 میلیون زیر خط فقر نیستش. اتفاق رو اگر اشتباه نکنم برای یک خانواره 4 نفره هول و هوش 4 خورده‌ای میشدن. عرض کردم این میانگین کل کشور هستش، عدد تهران یه مقدار بیشتر میشد، فکر کنم 4.5. این بازی دولت جدیده. ادعای معاون رفاه وزارت تعاون نه با برآوردهای بانک جهانی نه با داده های مرکز آمار ایران سنخیت نداره. بر اساس داده های بانک جهانی تو ایران اگه هر فرد روزانه زیر 3.20 دلار درآمد داشته باشه زیر خط فقر مطلقه. تو سال 98 مرکز پژوهش های مجلس خط فقر تهران 4.5 میلیون برآورد کرده بود. با در نظر گرفتن نرخ تورم خط فقر تو تهران قطعا بالای 8 میلیون تومانه. خبرگزاری داخلی ایسنا خط فقر سال 1400 تهران 10 میلیون تومان برآورد کرده بود. گویا مأموریت معاون رفاه وزارت تعاون پایین آوردن سطح توقعات در اذهان مردمه. احساس جدی من اینه که گشایش‌های بیشتری داره در کشور ایجاد میشه.